بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه وظیفه داشت در تربیت مردم، تربیت بشر، تک تک افراد. در این وظیفه کسانی مانند علی علیه السلام، ابوذر، سلمان، مقداد، اینایی که میشناسید، اینا رو تربیت کرد. اینا جز عده معدودی مثل مالک اشتر یا اینا که اهل شمشیر هم بودن، اصله و مخ شمشیر بود دیگه. ما بقی اصلا نمیدونستن شمشیر چیه. ابوذر یه بیشتر عمرش قسمتی رو در چوپانی گذرانده بود. سلمان یه دانشمند زردشتی بود، دانشمند ایرانی بود که چون میدونست یه پیغمبر بزرگواری آخرالزمان خواهد آمد، شروع کرد به راه رفتن سیاحت که این پیغمبر رو پیدا کنه، ارادت ببرد. و به همین دلیل هم چون پیاده میرفت، هیچی هم نداشت، خیلی جاها فکر میکردن که این غلام فرار کرده، میگرفتنش به غلامی. کما اینکه وقتی هم که به ایران رسید، ایران گرفتنش به غلامی. در مدینه بود،
نمیدونم غلام کی بود، یادم نیست، به برزر خوندم. بعد که پیغمبر هجرت فرمودن، آمدن به مدینه، این هم اول اومد پیش پیغمبر، میخواست امتحان کنه، ببینه کیه. هم سوالاتی کرد، هم دلش رو چون موج فکرش منطبق بود با موجی که چیز بود جذب شد. سوال کرد مثلا شما خوابتون چجوریه؟ بگه چیزه کالا اونا رو یادم نیست. چون محال خدا و پیغمبر بدون اون امتحانات پذیرفته، اینه که ما دیگه اون چیزا یادمون نیست. من هیچ کس نبود، چیز نبود. در این زمینه وقتی پیغمبر یه وظیفه دیگه هم به دوشش گذاشته شد و اون تشکیل یک ملت، یک حکومت و دولت اسلامی که منطبق با اسلام باشه، کسانی که می اومدن پیش پیغمبر ایمان می آوردن به پیغمبر، خداوند به همه اینا خطاب آمنو میکرد، الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن. حالا در این الذین آمنو همه رقم بودن. مثلا اون که سیف الاسلام رقم داشت، حالا فرمانده لشکر کفار بود مدت، علی هم بود، اینا هر دو تا پیغمبر حیات داشتن خودشون برادر میگفتن. کمان که پیغمبر وقتی برادری اون چیز کرد، من حالا یادم نیست بکیار دوتا رو برادر خطاب کرد که در اون چیز خودش و علی رو با هم برادر کرده بهم. منظور یه عده وقتی حکومت قوی شد، یه عده زیادی تسلیم حکومت شدن. مثلا همون معاویه و ابو سفیانی که این چیز داشت، اونا تسلیم شدن که خطاب به الذین آمنوا به اونا هست. آخر این پس باید ما فکر کنیم چطوره که هم به علی و الذین آمنوا بگیم، هم به چیز بگیم. خود خدا هم اینا رو جداگونه از هم پذیرفت. در آیه قرآن یادم از کدوم آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله و چی و فلان، ای کسانی که آمنو ایمان آوردید، ایمان بیارید به خدا و پیغمبر و روز اجرا. اگه ایمان آوردن دو مرتبه ایمان بچه، پس معلومشون ایمان اولی که میگه ایمان آوردید، اینا به یه چیزی اضافه بر این غیر دین ها ایمان آوردن. خدا توصیه میکنه که به اینها ایمان بیارید، یعنی به خدا و پیغمبرش و اینها.
از وقتی که حکومت اسلام تشکیل شد و توسعه پیداش پیدا میکرد خیلی ها خودشون میامدن تسلیم میشنن خیلی ها رو به زور تسلیم میکردن به اونا میمان بیم حمد پیغمبر به همه احترام میدن بعد از جنگ احد که همونجور اشتباهی شد و بعضی صحابه یه عده ای رو خدا پیغمبر گفت بالای این تپه وایستید که از اینجا از پشت کسی حمله نکنه تکون نخورید تا وقت من بود بعد اینا دیدن فرد شد اون قشون فرار کرد قشون دشمن رو برن که شرکت کنن در قارت این فرمان فراموش کردن هر چه فرمانده لشکرشون گفت آقا ندید پیغمبر به ما دستور داد که اینجا باشیم تا خون رفتن البته بعد همون فرمانده هم خودش شهید شد در راه اطاعت از پیغمبر اینا را هم موجب شکست اسلام شد فرمانده لشکر مشرکین که اسمش یادم نیست اون با این زرنگی رفت و از پشت چیز آمد از پشت قشون از پشت حمله کرد و موجب شکست نشد یعنی زرنگی و هوشیاری اون همین فرمانده اسمش از خاطرم میدیدم در یه مجلسی آمد خدمت پیغمبر بعدن که سالش رو دیگه میومدم شمشیرش در آورد بدون از آمد جلو پیغمبر گذاشت گفت این شمشیر من که با همین شمشیر مسلمین رو شکست دادم چه کردم بر ضرر اسلام چه کارا کردم حالا این شمشیر رو شما دادم برکار بکنم پیغمبر شمشیر رو به خودش برگردون توبهش رو بخون چیزش قبول کرد ولی هرگز او کجا و علی کجا این از قبیل والذین آمنوی اولی بود که یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله خود همین آیه قرآن و همین چیزا نشون دهنده اینه که یه شریعتی هست یک طریقتی هست شریعت یعنی اصله یعنی جنگ یعنی گیتی این رو پیغمبر با خودشون برگرد شمشیر رو پیغمبر نگه نداشت شمشیر اون دید شمشیر رو با خودش برگرد و گفت بعد از این در خدمت اسلام باش لقب هم بهش داده حالا نمیدونم کی لقب داد تاریخ میگن سیف الاسلام اسمش گذاشتن شمشیر اسلام ولی علی هم مقایسه کنید خودشو علی نمیخواد با کسانی که
قبلا با هم بودن و با دست دست هم با دشمن جنگیدن نمیخواد با هم اونا بجنگه دلش نمیومد بجنگه آخر طلحه و زبیر مثلا زبیر که خب پسر عمه علی بود اینها با علی رفیق بودن به مقامات علی وارد بودن ولی بعد اونجور شد میخواستن علی نمیخواست با اینا به جنگی ولی خب مجبور شد جنگی اونها هم شیطان گلشون زده بود شاید نه نمیدونم دست خدا همه چیز شاید تو باشون قبول کنه این به این داستانی که من در یک کتاب خوندم از طلحه در جنگ جمل که طلحه بود بعد که همه افتاده بودن زخمی ها و کشته شده شهده ها اینا رخته بودن طلحه دید یکی خوب میاد کوزه آب میاره کمک میکنه به چیزا اون خب دیگه دو قاشون صلح بود ممکن برد پرسید صداش زد اومد پرسید تو از قاشون علی هستی یا از قاشون جمل گفت از قاشون علی گفت پس دستت جلو بیار دستش به بیعت گرفت گفت من دارم میمیرم به علی نمیرسم که برم با تو به نیابت علی بیعت میکنم برو به علی بگو منو ببر این یه همچه خبر برای اینکه علی هم خود گفته بود که من شمشیر میزنم اگر در مقابل اون دشمنم که میخوام شمشیر بزنم تا هفتان آلات هرچی چند پشتشو میبینم اگه توش فرد مسلمانی باشه نمیکشه میشه یعنی اگر بدونم که تلهش نبیه و نبیره اینا یه نفر مسلمان توش هست آمنو دو تا آمنو اینجا هست اینها یکیش مربوط به شریعت یکیش مربوط به طریقت می فرماید ای کسانی که ایمان آوردید به شریعت ایمان بیارید به طریقت که این حال خدا و رسولش و روز جدای چیزی داره آید یادم اون وقت این شریعت و طریقت جلو شد اینهایی که این تفاوت معنی رو نمیدونن یا میدونن و نمیخوان بدونن اینها در مجموعه اسلام رو مال خودشون میدونن مرکبی میدونن که سوار بشن و برن به مقصد برن اینها البته تصدیق نمی کنن که یه وظایف و یه چیز دیگه هم دارن میگن هر چه هست ماییم این اصل اختلاف بین شریعت و طریقت که در همه ادیان بوده موسی علیه السلام هم وصیت کرد یعنی صریحا فرمود که
بعد از من یوشع فرماندار شما، حاکم شما. بعد خیلی ها به یوشع ایراد گرفتن، رد شدن. حتی جایی دیدم که سفورا زن حضرت موسی عیناً همین وضعیتی که ما داشتیم، زن حضرت موسی با جانشین حضرت موسی مخالف بود، سفورا با یوشع مخالف بود. اینو بیشتر خوب برای همین بود که یوشع خوب میخواست که، یعنی معتقد بود و همین جورم بود که تمام اختیارات موسی دست برای دست او باید باشه. بعد که سفرا اینجور بود دیگه خیلی کوتاه بود، نمیده چکار شمشیرش به سوی او کار نمیکرد. شمشیر علی هم به روی ادا به کار نمیفته. یا عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام بعد از در چه نوشته شمعون، شمعون که پتروس زن پتر میاد، او را به جانشینی خودش انتخاب کرد. ولی پولس که اصلا مسیح را ندیده بود و در زمان حضرت عیسی بسیاری از مسیحیان را حکم چیز حکم اعدامشون داده بود، این آمد برگشت گفت من عیسی بر من ظاهر شد و چنین شد و پیش علمدار شیعیان شد و آن پتروس زد کنار. این بود و این دنیا بود. ولی نه یوشع و نه پتروس از حرف خود باز نایستادن، شمشیرشون شمشیر هم نداشتن که این ها برای اینکه در واقع طریقت و شریعت به روی هم شمشیر نمی کشه، شمشیرش کار نمی کنه، اون کاری که خدا براش گذاشته نمی کنه. و مثال های دیگری خیلی در قرآن و اینا هست نشون دهنده وظیفه شریعتی و طریقتی. این از لحاظ رهبریه که بعد از پیغمبر خوب رهبری یک گروهی با علی بود علیه السلام، ولی نه گروهی که جار را جار، ولی رهبری گروه دیگری با علی نبود. با هر که بود علی پشت سرش نماز خوند. علی دیگه تحصیمش علی که نه زبونش از کار افتاده بود، این نهج البلاغه هست الان، این از اولم بود، نه شمشیرش از کار افتاده بود، هیچی نمیگه. ولی خب فاطمه علیه السلام به همون درجات رو داشت.
اما خب ناراحت بود کردن بس که خودش ناراحتیش ابراز میشد چیزی نمیگفت ایرادی بر علی نه ولی ناراحتیش ابراز میشد که به علی فرمود به علی عرض کرد که تو که شمشیرت زنگ نزده یعنی چرا که علی مجبور شد به لحاظ همون شریعت بر فاطمه ثابت کنه که این چیز اون کار کرد حالا انشاءالله این جریان اوائل اسلام همیشه زنده است در حقوق در تاریخ اسلام اقلا میشه گفت همیشه زنده است همیشه بوده خب اگر دقت در تاریخ اولیه اسلام بکنیم همه بیشتر اوضاع جهان رو بهتر میتونیم درک کنیم دیگران دوره قسمت همه برش دادن Yeah.